کدام موارد زیر درست است؟ سیلیس شامل شمار بسیار زیادی اتم اکسیژن و سیلیسیومه، بله، که به صورت شش ضلعی با رؤوس سیلیسیوم. فکر کنم تست اولی بود که من برات حل کردم، این جمله کاملا صحیحه، مشکلی نداره. رؤوس سیلیسیوم ها بودن، بین سیلیسیوم ها اکسیژن ها بودن، هر سیلیسیوم دوتا تو ساختار و دوتا هم با بیرون پیوند زده بود. حواست باشه. پس کسی که الف داره رو دوست دارم. میگه تمام ترکیب های مولکولی برخلاف ترکیب های کووالانسی در دمای مایعن. همه ی ترکیبات مولکولی مایعن. مثلا الان آیدو تو دمای اتاق مگه جامد نیست؟ پس این که میگه تمام غلطه. اصلا کلا تو شیمی از تمام همه ی بترس. خب پس به غلطه، هر کی به داره خدا نگهدار، خوشم نمیاد ازش. الفو که انتخاب کردم، پس یه ت رو چک کنم حل دیگه، یا یه پ رو چک کنم، پ رو چک میکنم. برای ذوب یا تبخیر ترکیب های آیدو و سی 6 8 14 که مولکولی هم هستن، باید بر پیوند اشتراکی غلبه کنیم. غلط. خوب گوش کن، اگر بخوای دست ببری تو خواص شیمیایی یه مولکول، باید به پیوندهای اشتراکیش غلبه کنی. اگه بخوای دست ببری به خواص فیزیکی مثل ذوب و تبخیر و اینا، باید بر نیروهای بین مولکولیش غلبه کنی یا دستکاری کنی نیروهای بین مولکولی رو. الان نگاه کن، تو میخوای ذوب و تبخیر تغییر بدی، پس باید بر نیروی بین مولکولی غلبه کنی. پس پ غلطه، هر کی پم داره حذف. پس قطعاً ت باید درست باشه. گرافن یه گونه شیمیایی دو بعدیه. بله، گرافن یه تکلایه از گرافیت بود، دو بعدیه، شفاف، برخلاف گرافیت. حواست باشه، انعطاف پذیر بسیار زیاد، مقاومت کششیش 200 برابر فولاده و همانند گرافیت جریان برق هم عبور میده. کاملا درسته، بیشک گزینه سه جواب تسته.